خواهم اسرائیل داود واس که عرض به خدمت شما ایشون برنامه بسیار جالبی داشت در تلویزیون الجزیره از جمعیت ناتوری کاراتا به معنی نگهبانان شهر، بزرگترین گروه یهودی ضد اسرائیل که اتفاقا در اسرائیل هم هستن، در بریتانیا هم هستن، در امریکا هم هستن، مرکزشون در نیویورک فکر کنم. از سال 1935 تا الان اینا بر علیه ایجاد تشکیل دولت اسرائیل هستن، میگن دولت اسرائیل بر ضد توراته، همچون که بسیاری از شیعیان منصف میگن که ولایت فقیه بر ضد قرآنه. من مسلمان میگم ولایت فقیه ضد قرآنه با 100 تا دلیل، نه یک دلیل که جا شرحش اینجا نیستش. خب پس در هر قوم انسان منصف پیدا میشه، در میان یهودیان، در میان مسیحیان، در میان مسلمانان، در میان ولی منصفان امت اسلامی از هر از قومی بیشترن. علتش چیه؟ برای که کتابشون دست نخورده. و چیکار کردن؟ پیش که پیامبر اسلام مدینه هجرت کنه، در برخی جنگ ها به سود همپیمان های خودشون شرکت داشتن، یهودیان به موافقت های رسیده بودن و لذا مغرور شده بودن بر توان جنگی خودشون، فکر میکردند که از عهده پیامبر اسلام هم برمیان. مشکل اینه که اینها نصرت الهی رو در پشت پیامبر نمیبینن، میبینن افرادشون اندکن. هیچ با افراد اندک، خب افراد گروه، افراد زیاد میشه، فکر میکنه پیروز میشه. از پیمان شکنیشون نترسیدن و دشمنان رسول خدا رو بر ضدش برانگیختن و به پیامبر اعلام جنگ دادن. مسئله اینه، به پیامبر خدا اعلام جنگ دادن. و یه بار هم که حتی خود رو بعد اون فتنه، بعد اون کشتن اون شخص و رسوایی اون زن، یک بار که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به قلعه یهودیان در بنی نذیر قدم گذاشت، میخواستن ترورش کنن،